سرنوشت بلندی های جولان که تا نیم قرن پیش جزئی از سرزمین سوریه بود و در پی سومین جنگ اسرائیل و اعراب قریب دو سوم آن در تصرف ارتش اسرائیل باقی مانده است، کماکان مبهم است. مایکل لپین خبرنگار صدای آمریکا در گزارش خود در جریان دیدار کوتاهی که اخیراً از منطقه داشت به جزئیات بیشتری اشاره دارد. از زمان گسترش و شدتگیری جنگ داخلی در سوریه در تقریبا 5 سال پیش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند بار تاکید کرده که به دلایل امنیتی و اقتصادی هرگز با پس دادن ارتفاعات جولان به سوریه موافقت نخواهد کرد. ارتش سوریه در چهارمین و آخرین جنگ اعراب و اسرائیل در 44 سال پیش تلاش کرد ارتفاعات از دست رفته را دوباره به کنترل درآورد، اما موفق نشد. این بلندی ها شاهد سومین و چهارمین جنگ اعراب و اسرائیل بود و هنوز شواهدی از نبرد نیروهای هوایی و زرهی سوریه و اسرائیل در این محل به چشم می‌خورد. این ساختمان که مرکز فرماندهی نیروهای سوریه در ارتفاعات جولان بود، بیش از 40 سال پیش توسط مهندسان ارتش اتحاد شوروی سابق ساخته شده است. ارز زوکرمن، راهنمای خبرنگار صدای آمریکا، میگوید این بنای سیمانی چند طبقه که ضمناً محل اقامت و استراحت فرماندهان سوری در این ارتفاعات بود، پیشتر در منطقه غیرنظامی شده بین سوریه و اسرائیل قرار داشت و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از آن استفاده می‌کردند. نیروها پس از الحاق این بخش به اسرائیل، در منطقه دیگری در شرق بین سوریه و اسرائیل موضع گرفتند و از آن زمان به بعد به ندرت کسی از این محل دیدن می‌کند. در جنگ سال 67 نیروهای اسرائیل با پیشروی تا اینجا این ساختمان را تسخیر کردند، اما در جنگ سال 73 این ساختمان در تیررس بود و به همین دلیل نیروهای اسرائیل آن را ترک کردند. تنها کسانی که به محل آمدند افرادی مثل شما هستند و یا آنهایی که روی دیوارها شعار می‌نویسند و نقاشی می‌کنند. تقریبا 18 هزار نفر از مسلمانان دروز سوری در آن بخش از ارتفاعات جولان که به اسرائیل منظم شده، بدون دردسر و به آرامی زندگی می‌کنند. از هنگام الحاق بخش اعظم از ارتفاعات جولان به اسرائیل، بیش از 30 یهودی نشین نیز در این منطقه ساخته شده که تقریبا 20 هزار نفر جمعیت دارد. پس از پایان جنگ سرد در 25 سال پیش، اسرائیل در یک رشته از گفتگوهای آشکار و پنهان با دمشق پیشنهاد کرد با عقب نشینی از بخش‌هایی از ارتفاعات جولان دو کشور قرارداد صلح امضا کنند. اما این تلاش‌های دیپلماتیک همواره با شکست روبرو شد و سوریه هیچگاه از حاکمیت تام خود بر تمام بلندی‌های جولان گذشت نکرده است. به گفته راهنما، کمتر از 2 کیلومتر آن طرف‌تر گروه‌هایی مثل القاعده در سرزمین سوریه لانه کردند که به مسلسل کلاشنیکوف و توپخانه مجهزند. اما اسرائیل از تانک و هواپیماهای جنگیش علیه آنان استفاده می‌کند و به همین دلیل کاملا تحت کنترلند و کاری نمی‌توانند انجام دهند.